سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. آقای من ایشاد دو سه تا سوال مختلف هم که البته بی ارتباط با هم هست. صدا خوب نمیاد. صدا شما که آهسته هست کمی قوی تر صحبت کن. الان صدا بهتره؟ بله. ابتدا در مورد اومدن نیروهای مثلا حشو شعبی و فاطمیون و حزب الله لبنان و مناطق بیت زده است. می‌خواستیم نظر شما رو در این مورد بدونیم. اون افراد مختلف یا جناح‌های مختلف و اپوزیسیون هر که به یه شکلی یه نظری داده. آقای رضا پهلوی به طور مشخص دستور قیام فرمودن که یعنی می‌خواستن سرکوب بکنن. مجاهدین هم همچنین. آیا اینا با سرکوب می‌دادن؟ قیامی شد؟ بار بعدم به طور کلی نظر شما از آمدن این نیروها چیه؟ خود رژیم هم که تحت عنوان کمک مردمی مطرح کرده این و مسئله دوم همین داستان سپاس که هفته پیش راجبش صحبت کردیم ولی از منظری دیگه یعنی مسئله جنگ چون خیلی ها شروع کردن دارن تاریخ جنگ میدن دیشب حالا نمیخوام اسم بیارم درست نیست مثلا یه سری میگن آخر با رمضان قرار شروع بشه مثلا با حرکاتی که عربستان اسرائیل تهیه کردن که یه سری نیرو وارد خوزستان بکنند و از این قصه ها که جنگ شروع بشه میخواستیم در این رابطه هم سوال بکنیم چه گروه هایی در ادامه سوال خیلی خواهان جنگ بین ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل عربستان یا بهره میبرن میخواستیم راجع به این هم یک جزئیاتی به شنوند کنه از بله بله از کنم که این گروه های مسلحی که به کشور آمده اند اینها کی دعوت کرده؟ سوال اوله مسئله این که ما یک رژیم بند از بند گسسته داریم البته هر استبدادی به ضرورت گرفتار هرج و مرج هست اما تا این حد رئیس جمهور سوریه میاد ایران آقای رئیس جمهور وقتی که اون آقا وارد حیات ریاست اون محل ریاست جمهوری می شود مطلع می شه که این آقا ایرانه هشت و شعبی و نمی دونم فاطمیون وارد ایران می شوند خب کی این را دعوت کرده میگن آقای حاج قاسم سلیمانی چه مقامی دارن ایشون فرمانده سپاه قدس وزیر خارجه هم؟ خیر رئیس جمهور هم؟ خیر آیا ایشون حلال احمر ایران هم؟ نه خیر یک سازمان کمک کننده به سیل زدگان لازم دیده که اینها رو به داخل دعوت کند؟ خیر پس مسئله اول اینه که این کشور این گونه مدیریت داره در واقع ما سه تا دولت داریم در حال حاضر یه دولت اسمی که رئیس جمهورش این آقای روحانی است یه دولت واقعی آقای خامنه ای و بیت او فرماندهان سپاهه یه دولت در سایه هم داریم که قرار جای اون اسمی رو بگیره هر کدام هم یه ساز میزنه یک کشوری که 80 میلیون حالا که بیشترش هم پیشکش 80 میلیون جمعیت داره این 80 میلیون کفایت نمی کنه برای اینکه به یاری سیزدگان بشه تابند لازم است که از بیرون بیاد حالا گفتن که مثلا اگر این فرانسوی آلمانی بود آقا جون فرانسوی آلمانی طبق یک ضوابطی میاد اونم سازمان مخصوص امداد دارن قشونش پاشن پا نمیشه بیاد اینجا یا بگیم که شف نظامیان یا در واقع افراد مسلح ببرسه اینجا که بگه شما برید به سیزدگان کمک کنه و این فرستاد نباید را داد
چه وقت بوده که از این کشورهای اروپایی غیر اروپایی افراد یک سازمان مسلح برای کمک به زلزله زده و سیل زده به ایران آمدن؟ چه وقت بوده؟ این مسئله اول. اما هنوز به این قضیه، به این بند از بند گسستگی به اینجا خط نمی شود. در سایت های خود رژیم نوشتند که آیت الله سیستانی به آقای روحانی گفته است که عراق نمی تواند گروه های مسلح رو مستقل از دولت و ارتش تحمل کنه. اینا باید در ارتش اقامه شوند. خب حالا امروز خوندم که گفتن که بله این هشت شعبی بنابر فتوای آیت الله سیستانی ایجاد شده و جز ارتش عراقه. و اما این چجوریست که هم ایشون میگوید که اینا نباید مستقل از ارتش باشند، باید ادغام بشوند در ارتش، هم جز ارتشن. حالا کی اجازه داد؟ کدوم مقام نظامی عراق به اینا اجازه داد بیاد اگه جز ارتشن؟ اونم دولت در داخل عراق، رئیس جمهور اونجا اختیار داشت و اجازه داد، نخست وزیر اجازه داد، وزیر دفاع اجازه داد. این به اصطلاح بلبشو یعنی چی؟ حالا یه وقت هست که نه، میخواد تو دهن آیت الله سیستانی بزنی به لحاظی که او گفته است که رجال دین صلاحیت تصدی مقامات دولتی رو ندارن، با ولایت فقیه مخالفت کرده. و چون این گفته که این هشت شعبی باید ادغام بشود در ارتش، شما برداشتی آوردی تو ایران و اینکه بگویی که این تحت امر ایران است، تحت امر آقای سلیمانی است. خب پس یه گسست بدتر از گسست، یه برخوردم با اون طرفه. سه، یک آقایی که الان اسمش یادم نیست قبل از این ماجراها گفته بود که اگر سپاه و بسیج به وظایف خود در قبال انقلاب عمل نکنند، هشت شعبی میاد، فاطمیون میاد، زینبیون میاد، نمیدونم چیون میاد، اینا میان و از انقلاب دفاع خواهند کرد. خب پس یه همچه سابقه ذهنی مردم ایران دارن. از دید این مردم ایران، اینا سازمان‌های مسلح در اختیار رژیم سرکوبگرن که اگر اون چه وسایل سرکوب داخلی که باید نکرد، از اونها هم استمداد خواهد کرد. حالا یک نیروی که اسارتا نظامی است، این میاد در حساس‌ترین مناطق کشور به عنوان کمک به سیل‌زدگان، به سیل‌زدگان. و اگر این به اصطلاح برای اینم آمده باشه که با زمین و به اصطلاح نظامی ها با موقعیت و اینا آشنایی پیدا کنه که در صورت احتیاج شد بدونه چه باید بکنه. اون چی؟ خب پس می‌بینید که از هر جهت به این قضیه نگاه کنیم، این به منطقی به نظر نمی‌رسه. بگیم که این آقایان اینقدر نگرانه این بودن که مردم از سیل زیان نبینن که دست به دامان هشت شعبی و فاطمیون و وووه شدن. خب حالا
ایالات متحده امریکا آقای ترامپ این سپاه رو در فهرست سازمان های تروریست قرار داد. واکنش این سپاه به امریکا اگر این باشد که این سازمان ها تحت امر ما هستند، حزب الله و نمیدونم هشت و شعبی و چه گفتم فاطمیون و زینبیون و و و، پس سر جات بشین و حواست جمع کن و سربازات در امنیت نخواهند داشت، هم میتونه جزی از هدف های این آوردن اینها به داخل کشور باشه. دلیلی هم نداره که نه این جز هدف ها نباشه. بلکه هیچ ضرورتی حضور این گروه ها رو در داخل مرزهای ایران ایجاب نمی کرده است. هم ارتش ایران امکانات دارد. همین آقای سپاه اگر بخواد عمل بکنه امکانات داره. هم حکومت به این اندازه که محتاج هشت و شعبی نباشه امکانات داره. پس یک عملی انجام گرفته که توجیه ندارد. رژیم هم کسی ندیدم که بگه که من گفتم بیاد. نه آقای روحانی گفته. تازه در اون جلسه هم که بوده میگه اینا حضور نداشتن. از این دولت اسمی که اونجا نبوده. این از دید مردمی که گرفتار این مصیبت سیل شده اند، شما به مسئله نگاه کن. یه نوع تحقیر نمیبینی؟ آخه این کشوری که مدعی بود من آنم که رسیدم به مدیترانه، امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. آقا رفته در ونزوئلا کمک میکنه، خانه سازی میکنه. به سیل خوزستان و خرم آباد که رسید درمانده میشه، میگه هشت و شعبی نمیدونم فاطمیون تو بیا. یه جامعه مثل جامعه ایرانی یه احساس حقارت حق داره که بکنه. چه قاده این؟ یعنی چه این دعوت؟ شما اون توانایی هایی که داشتید پس همه دروغ بود؟ معنیش اینه دیگه. اون من آنم که منطقه زیر دست منه دروغ بود. خب حالا از این نکته آخری که گفتم، هرگاه این یک به اصطلاح تهدیدی هم باشد برای قوای امریکا که ما وسیله آزار و ایذا و اینها داریم، این هم عمل سنجیده‌ای به نظر نمی رسد. یعنی در واقع نیست. چرا؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ می خواسته این آقای نتانیاهو در اسرائیل رأی بیاره. از کیسه خلیفه، یعنی مردم عرب، اون منطقه جولان بخشیده، سپاه را هم کرده عضو سلاح سازمان های ترور. خب واکنش صحیح در برابر عملی که معلومه چرا انجام گرفته چی میتونه باشه؟ اصلا واکنش صحیحه که ما بگیم واکنش صحیح؟ یک رژیم استبدادی به ضرورت واکنش این نمیتونه کنش داشته باشه. و نگاه کنید دیگه، این از دوره گروگانگیری تا امروز
این رژیم آقای خمینی، بعدش این آقای خامنه ای در سیاست داخلی و خارجی یه دونه کنش ارائه بفرمایید ببینیم. همش واکنش. جنگ در سوریه باید را بیفته، آقا بر اونجا. در عراق جنگ را بیفته، بر اونجا. در یمن تشریف ببر اونجا. حالی که یک بر اصل موازنه عدمی بر مبنای حقوق ملی اگر یک کشوری بنا می داشت که سیاست خارجی تنظیم کند قطعا واکنش نمیشد، خصوص وقتی که طرف ایالات متحده و دستیارانش در منطقه یعنی سعودی ها و حکومت آقای نتانیاهو هست. این میباید عمل داشته باشه، عکس العمل نشود. خب شما وقتی که در نه جنگ تشریف داری تازه تهدید میشوی به جنگ که به ایران حمله خواهد شد، حالا آقای ترامپ خود مستقیما دستور حمله به قوای امریکا ندهد، چراغ سبز خواهد داد که سعودی ها و اسرائیل این کارو بکنن. اینکه خواهد شد یا نخواهد شد بحث ثانوی است. اینکه اثر این تهدید با وجود اون نوع جنگ بر اقتصاد میرای ایران چیست، این است که باید بهش توجه کرد. از دوره حکومت آقای ترامپ این تهدید به جنگ سایش افتاده روی اقتصاد ایران، نتیجه میل به سرمایه گذاری که تو اقتصاد نبود، حالا به کلی سرمایه ها از این اقتصاد قهر می کنند، چون هیچ آدم عاقلی سرمایه به کار نمی اندازد برای اینکه بمب ها و موشک ها اونا را از بین ببرد. پس میره روی چی؟ فعالیت های اقتصادی کوتاه مدت، هر چه کوتاه‌تر بهتر، هر اندازه رانتش بیشتر بهتر. این اثر تهدید شدن به جنگ. پس آقای ترامپ و حتی آقای نتانیاهو هیچ احتیاجی به دست زدن به جنگ ندارن، چون خود جنگ چی میکنه؟ چند جا رو موشک بزنن، بمب بزنن، بعضی مدتی هم سازمان ملل رو اونور رو بگن خب متوقف شد و اون هم بگن ما تأسیسات اتمی از بین بردیم، تمام شد. اما این اثر تهدید پایداره. از دوره آقای احمدی نژاد ببینید این سرمایه گذاری در ایران چه وضعی پیدا کرده به خاطر همین تهدید ها. یک تغییر وضعیتی با اون قضیه قرارداد وین شد، اونم دوباره برگشت در جای اولش. چه میگوید این رفتار رژیم به ما؟ گفت اون طرف مقابلم دست برداره و بگه والا بلا تلا ما اصلا خیال جنگ با شما نداریم. هر ستا آقای نتانیاهو به تورات قسم بخوره، آقای ترامپ به انجیل قسم بخوره، این آقای بن سلمان که معلوم نیست به قرآن باور داره نداره به قرآن قسم بخوره، آقا ما قصد حمله به شما رو نداریم. این دستگاه چون عامل تجاوز بیگانه به حقوق مردم ایران در طول 40 سال بوده و هست، ولکن نیست. ولکن نیست. میگه نه خیر. شما میخواید حمله کنید و من چون میبینم که اگر در عراق و سوریه نجنگم باید در کرمانشاه و همدان بجنگم، پس عمل میکنم، یعنی در واقع واکنش میشوم. شما نگاه کنید این از زمانی که این سپاه گفته جز سازمانان ترور هست، خب
قاعدتاً باید بگی که من نیستم دیگه. عمل صحیح اینه که بگی من یه سازمان نظامی هم. ترور کاره، یه سازمان تروره. گرچه خب ما میدونیم که این رژیم سازمان ترور داره. و چی؟ دو نفر سردار تشریف میآورن میگن بله هم ما با القاعده ارتباط داشتیم و تعلیم میدادیم به اون. حالا اون آقای قاسم سعیدی ها اون کافی نبود، این آقای الله کرم هم تشریف آورد. سعید قاسمی. اون کافی نبود، این آقای الله کرم هم تشریف آورده. میگوید نه خیر، حالا تشریف هم میکنه سپاه میکنه، ولی ما با اینا ارتباط داشتیم. با یک لایه از القاعده ارتباط داشتیم. پس آقای ترامپ درست میگه که شما یه سازمان تروریستی. آقای خامنه ای چه میگوید؟ میگوید که هر کاری که دشمن رو غضبناک بکند، ناراحت بکند، کار خوبی انجام بدید. این شد رهبر. خب این هر کار یعنی چی؟ مثلا این حرفای این آقای الله کرم و سعید قاسمی، اینا ایالات متحده و اینا بهانه به دست اونها میده دیگه. این جز اون اعمالی است که نباید بهانه به دست داد، یا جز اعمالی است که باید کرد که اون طرف ناراحت بشه؟ کدومش؟ آخه مگه میشه عاده کسی در مقام تصدی ولایت مطلقه بی حساب کتاب حرف بزنه؟ شما در یک مؤسسه کوچکی بخواد درست منظم کار کنه، بایدها و نبایدها رو فهرست میکنه. این کارها باید بشود، این کارها نباید بشود. همجور گتره هر کار و هر کس به نظرش میرسه که من فلان کارو بکنم، آقای ترامپ غضبناک میشه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، بس بکنم. میشه کشور بی در و پیکر دیگه، میشه هر جمعش که شده. که شده؟ آخر منش یک سازمان نظامی بی در و پیکر باشه. این دو نفری که این حرف زدن، اینا عضو سپاه هستن یا نیستن؟ تازه اگر هم فرض کنیم بازنشسته شدن یا استفاده دادن رفتن، دنیا سیه شما ببینید. اینا حق ندارن صحبتی بکنن که کشور رو در معرض تهدید قرار داده. ولی هر کدوم هرچی میخوام میگن دیگه. آقای قاسمی فرمایش میکنه، گاهی میبینه اون آقای جعفری لازم میبینه تو دهن این آقا بزنه، خلاف او میگه و به عکس. یا ما یک دولت، همون دولت اسمی بند از بند گسسته، یه وزرای دارن هر کدوم به یک شبکه روابط شخصی قدرت متصل، کار خود شروع میکنه. یه دور این وزراش، چهار تا وزیرش به این آقای روحانی هشدار دادن در دوره اولش که آقا اقتصاد داره از دست میده. حالا یکی میگه این آقای وزیر کشور بد عمل میکنه، تو سایت هاشو میرسن. نه کسی پاسخگوه ببینیم که این خوب عمل میکنه یا بد عمل میکنه. هیچی معلومه میگه. اون میگه بد به من میکنه، اینم که نمیگه خوب کردم اینجا اینجوری درست کردم، اونجا اونجوری درست کردم. این که مالی اون که دستگاه خود این آقای رهبر است. واقعا تو یه بیت خودتو نمیتوانی، فرمانده اینا هم هستی، یا این با اطلاع شما این هشت و شعبی رو آورده یا بی اطلاع شما. ای با اطلاع شما آمده کون فرمان؟ خب چرا نمیگه که این با اطلاع شما بوده؟
این توضیحاتی که من دادم برای شما مردم ایران به این خاطر است که شما به این مهم توجه بکنید. این الان که میگم یه پدیده جهانی شده. این گرایش های راست افراطی قوت گرفتن در همه جا. چرا؟ به لحاظی که در مورد غرب این جامعه شناس ها نشستن رفتن برای این سوال جواب پیدا کنن. اونا میگوین به این که حقوق دیگه تنظیم نمی کنه رابطه رو بین فرد با فرد، گروه با گروه، بلکه قدرت تنظیم می کنه. خب نماینده این قدرتی که رابطه رو در سطح جامعه تنظیم می کنه کیه؟ اونی که میگه من زور به کار میبرم دیگه. شما اگه بخوای خلاص بشی، درد اینه، درد این است که در جامعه های غربی تازه متوجه شدن. ما سال هاست میشه باید گفت که از کودتای 28 مرداد بلکه زودتر متوجه این مهم شدیم. تا وقتی در سطح جامعه رابطه ها رو زور تنظیم میکند، شما از این استبداد پر هرج و مرج، پر از فساد، که گفتم که هر استبدادی تعریفی است از خیانت، جنایت، فساد، خلاصی نداری. این برود چنانکه رژیم شاه رفت که اونم فساد بود و جنایت بود و خیانت. او رفت، دوباره استبداد آمده، فساد است و جنایت است و خیانت. رهایی ندارید. این در سطح خود جامعه است. به حقوق عمل کنید، رابطه ها رو با حقوق تنظیم کنید. والا هی باید بشینیم آقا این هشت و شعبی این دیگه چه بود؟ آقا من اعتراض دارم. خب شما اعتراض مؤثر انجام بده. شما میبینید که یه رژیم است که خود گرفتار هرج و مرج، هرج و مرج، بند از بندم گسیخته است. یعنی اگر شما یک جنبش همگانی دست بزنید بر پایه حقوق، غیر از اینم واقعا راه حل ندارد. بیماری اینه، بیماری این است که زور رابطه ها رو تنظیم میکنه. درمانش هم اینه که زور رو با حقوق جانشین کنی. همین. بعد که جنبش کنی این رژیم اصلا دوام ندارد. حالا اگر فرض کنیم که این هشت و شعبی و فاطمیون و وووو رو برای این آورده که به رخ شما مردم بکشه، خب این دلیل که ضعیفه دیگه. اگر خود رو توانا میدید چه نیاز داشت که هشت و شعبی و فاطمیون و وووو بیاره؟ یا شما رو تهدید کنه که اگر سپاه و بسیج کفایت نکرد اونا رو میاریم؟ پس ضعیفه. اینکه شما فکر کنید در این سال جدید اقتصاد شما بدتر نمی شود، نه می شود. وقتی که آقای روحانی 8 سال پیش انتخاب شد نگفتم که این اقتصاد محکوم به بدتر شدن. دیدی که شد؟ چون ساختار دولت، ساختار بودجه دولت، رابطه این بخش دولتی با اقتصاد جامعه، رابطه این بخشی از اقتصاد که در تصرف سپاه و و و اینا، تغییرات ساختاری عظیم میباید درشون روی بده تا این جریان بر مدار بسته بد و بدتر و بدترین اقتصاد از این مدار بیا بیرون. والا بعد از تو بدتر می شود و بدترین دوباره، بعد و بدتر و بدترین. همینجور که 40 سال شما نگاه کنید دیگه، ببینید که از اون کودتای خرداد 60 تا امروز این اقتصاد شما چقدر خرابتر شده، چقدر شما در فقر بیشتر شدید. یه دوره استثناء از اون بهار انقلاب ایران،
که میرفت اقتصاد کشور تولید محور بگردد. کودتا شد. کودتا شد به لحاظ اینکه اون اقتصاد با استبداد جور نیست. و این استبداد بدترین نوع استبداد است. یه استبداد خودکامه گرفتار هرج و مرج و بند از بند گسیسته. این تابتونه خراب میکنه. توانایی ساختنش هم نزدیک به صفره. اون زلزله غرب کشور، این سیل، اینا برای شما درس نیست؟ پس اون چه که لازمه شرط بلاغ بود من عرض کردم. حالا خود دانید. یا لاغت شما که میشنوید این صحبت ها رو، اگر واقعا خودتون یه تجربه بکنید، اگر دیدید درسته، خب مبلغ بشید، خود شما در جامعه تبلیغ کنید. یه بخش از جامعه هم این نیروی محرکه بشه با تنظیم رابطه ها توسط حقوق، هنوز امید هست که ایران بشود از این گرداب مرگ رهایی یابد. شاد و پیروز باشید.